ابکیشان عزیز، اعضای محترم کلیسای نصح، شالوم. امشب یک وقفه یک هفتگی در ادامه بازگو کردن تاریخ خشم و نعیم، عاقبت آنها، اثر آنها، و بعد میبینیم یک وقفه است بعد از خشم و نعیم تا خرابی به تبلیغ داشت. این دوره و این از بسیار مهم دانستنش، ولی این هفته رو من راجع به پاراشای این هفته، پیام این پاراشا و آموزشش خدمتون عرض خواهم کرد. در سال 1950 در یکی از شهرهای ایالت میشیگان دهقانی یک درخت بلوط میکاره. این درخت بلوط در ظرف دو دهه تبدیل میشه به یک درخت تنومند و بسیار بلند قامت. قطر این درخت در حدود 3 متره و دهقان یک گاو نری داره که میخواد اون رو در جای نگهداری بکنه. یک زنجیری به دور این درخت میپیچه و یک میخ قلاب دارم در اونجا فرو میکنه توی درخت و گاو را به اون میبنده. به مرور زمان زنجیر باعث میشه که در محلی که پیچیده شده کم کم در درون درخت فرو میره و یک حالت ساییدگی، یک حالت فرو رفتگی در درخت به وجود میاد و اگر ادامه پیدا میکرد درخت از بین میرفت. چرا که ما خوب به خاطر داریم، اونهایی که دبیرستان طبیعی خوندن میدونن درخت همیشه غذا و آب خودش رو به وسیله آوردهای آبکش به قول معروف یا یک لوله هایی که فقط در قسمت بیرونی درخت وجود داره غذا و آب را به برگ ها میرسونن. این درخت تنومند و پربرگ اگر ادامه پیدا میکرد این زنجیر و اون رو میسابید حتما خشک میشد، ولی خوشبختانه این دهقان مزرعه را میفروشه و زنجیر رو باز میکنه، ولی اون میخ قلابدار رو در درون درخت میذاره، اون رو بر نمیداره. درخت به مرور زمان باز رشد میکنه و اون جای سایدگی بسیار زشت میشه و اون میخ قلابدار هم به وسیله تنه درخت پوسته های خارجی پیشیده میشه، یک منظره بسیار نامطلوبی به این درخت میده. بعد از چند سال در ایالت میشیگان یک بیماری که به نام بیماری قارچ هلندی است پدیدار میشه و اکثر درخت های بلوط رو از بین میبره، ولی این درخت خیلی محکم استوار ادامه به رشد میده، برگهاش فراوان، و این باعث تعجب بسیاری از محققین میشه، اونهایی که گیاهشناسن. علت این که این درخت دچار این بیماری نشده چی هست؟ چرا هنوز پابرجاست؟ چرا اون هم مانند سایر درختان این قارچ کشنده رو نگرفته؟ بعد به این نتیجه میرسن، چون این زنجیر به دور درخت پیچیده شده بوده و اون میخی که درونش فرو رفته اینا آهن بودن، مقدار زیادی آهن این درخت جذب کرده و به او استواری داده، قدرت داده، به خاطر همین برپا مانده. یکی از نویسندگان معروف در آمریکا ارنست همینگوی میگوید ببین تو زندگی آدم همیشه زخم ها هست، شکست ها هست، بدبیاری ها هست و
بسیاری از انسان‌ها در اون محلی که شکست خوردن قوی‌تر باقی می‌مونن. بعضی‌ها ممکنه در جا بزنن، بعضی‌ها ممکنه عقب گرد بکنن، ولی خیلی‌ها هستن قوی‌تر باقی می‌مونن. کیست تو که زندگی خودش زخمی ندیده باشه، شکستی نخورده باشه، به هدفش نرسیده باشه؟ هیچ انسانی وجود نداره، هیچ کسی میتونه ادعا بکنه که من در تمام زمینه‌های زندگی موفق بودم، همه خواستای خودم برآوردم، هیچ وقت شکست نخوردم، هیچ وقت ایستا نبودم. و این نشون میده موقعی که رنج هست، موقعی که درد هست، موقعی که ضربه هست، و این انسان رو قوی تر میکنه. انسانی که مصممه، استواره، انسانی که فکر میکنه. ببینید در پاراشای این هفته ما سومین جد ما بعد از 20 سال تصمیم میگیره به خانه پدری برگرده. 20 سال از وقایعی که قبلا گذشته بود بین او و عصاب برادرش گذشته. میگویند زمان همه چیز را حل میکنه، زمان همه چیز را درست میکنه، کدورت ها را ممکنه از بین ببره، نفرت ها را ممکنه فراموشی، دچار فراموشی بشه، ولی میبینیم نه، عصاب فراموش نکرده. اون گفته بود من بایستی انتقام خود را از برادری که نخست‌زادگی مرا با در یک فرصتی از من برداشت، منو فریب داد، و دوم اینکه براخای ابراهام را که من میبایستی داشته باشم اون گرفت. اینا چیزی بود که فراموش شدنی نبود برای عصاب. یعقوب یک چند نفری رو میفرسته، وایشلخ یعقوب ملاخیم، فرستادگانی رو میفرسته که ببینه احوال اوضاع چه قراره. برمیگردن به اون میگوین چه نشستی، برادرت با 400 سوار اومده به استقبال تو. اگه میخواست برادری به استقبال برادر بره که 400 سوار نمیخواست، 5 نفر 10 نفر کافی بودن. بنابراین معلوم بود که قصد عصاب چی هست. یعقوب خیلی میترسه، میترسه. یعقوب ترسو نبود ولی میترسه، میترسه. هم فعلا زن داره، بچه داره، زحمت 20 سالش همراه او هست، بترسه که بیاد عصاب همه اینها رو از بین ببره. اینو به خود دو تا اردو میکنه، یک اردو رو میبره اون طرف رودخانه یبک. یک رودخانه هست، یک رودخانه کوچکی است که اینا رو از این طرف به این طرف میاره. و نیمه های شب یعقوب بر میگرده به اون طرفی که قبلا بودن، اون طرفی که اردوگاه فرزندانش و همسرانش بودن. در اونجا شاید یعقوب رفته بود مدیتیشن بکنه، شاید رفته بود گذشته ها رو مرور بکنه. میدونی یک موقع است که انسان میسته در یک مراحل مشخصی از زندگیش، این نوار خاطره رو بر میگردونه. آیا در فلان موقعیت، در فلان سال، در فلان کارم درست بود؟ چه گذشت؟ حرکت های من، سخن های من، اعمال من، روابط من، همه اینها. شاید یعقوب رفته بودین، ولی خیلی جالبه میدراش بنویسد یعقوب اون طرف رفت برای که پخیم کتنیم، چیزهای کوچک بی ارزش رو ظاهرا فراموش کرده بود. ولی برای انسانی که زحمت کشیده، برای انسانی که هر یک دلارش رو، یک پنیش رو با درستی و راستی به دست آورده، هر چیز کوچکی هم ارزشمنده. اگر بر او ارزشمند نیست، شاید یک کوزه کوچک عطر بوده که برای همسرش ارزشمند بوده. بنابراین یعقوب میره و در اینجاست که نیمه های شب یک شبحی میاد. شبحی میاد که این شبح رو میگویند فرستاده
عصاب بوده. یعقوب نمیدونه چیست و از سر شب تا نزدیکی های صبح، دمدمه های صبح، این دو با هم در حال کشمکش و جنگند و نزدیکی هایی که داره سپیده میدمه، اون شبه به یعقوب میگه که بذار برم. میگه نمیذارم بری تا منو برخا نکنی. اونجاست که اون شبه اون رو به اسم یعقوب مینامه. ولی در حین کشمکش دست میزنه به کمر داوید، کمر یعقوب، و یعقوب بعد از این واقعه میبینی میلنگه. یعنی در مقابله با یک مسئله ای که زندگی و مرگ مطرحه، یعقوب با وجود اینکه موفق میشه، یعنی در هر جنگی، این رو بدونید، واسه یک پیام برای همه ما باشه، اونایی که میرن تو دادگاه با هم میجنگن بدونن هر کس هم که برنده میشه، اون برنده هم بازنده است. تو هر جنگی دو طرف زخمی میشن، دو طرف بازنده هستن. و یعقوب میلنگه، با وجود اینکه میلنگه موفق میشه، برمیگرده و بعد از اینکه با برادرش آشتی میکنن، خب کار نداریم، در اونجا میگه که یعقوب خودش را هم آماده میکنه برای جنگ. اول دست به دامن خداوند میشه، تفیلا میخونه که او رو موفق بداره، از شر برادرش او رو نجات بده. دوم کاری که میکنه، خودش آماده میکنه که برای اینکه از خودش دفاع بکنه. و سوم سعی میکنه مصالحه بکنه، یه مقدار زیادی هدیه برای برادرش بفرسته. و این شق سوم، این راه سوم موفقیت آمیز بوده. عصاب از سر قهر میاد پایین، همدیگر رو میبینن، در آغوش میگیرن و یعقوب میگه میره به ارث اسرائیل برای اینکه پدر مادرش رو ببینه. میره به شخم، میگه شالوم، تورا میرسه یاوه شالوم، یعنی شالوم یعنی کامل، سلامت. و میدراش خیلی قشنگ میگه شالوم به گوفو، شالوم به روخو، شالوم به مامانو. میگه که این هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ روحی. ببینیم یعقوب با اینکه صدمه دیده بود، پاش میلنگید، در هر قدمی ممکن بود درد بکشه، ولی میبینیم موفق شد، سالم میاد، قدرتمندتر از قبل میاد، اسم جدیدی را گرفته. دیگه یعقوبی نیست که دنبال روی دیگران باشه. یعقوب از عقب بیاد، یعنی از پاشنه، کسی که دنبال روی، کسی که از خودش اراده نداره. اینجا اسرائیل سر، یعنی یک انسان دیگری شده. و در طول تاریخ ما دیدیم هر موقع که ما دچار مشکلات، دچار مصائب شدیم، تحقیرها، فشارها، کشتارها، هر مرتبه قویتر، مصممتر شدیم که یهودی باقی بمونیم. در زندگی شخصی هم همینه، ضربه ها هست، شکست ها هست. امیدوارم هیچ کدوم از شما عزیزان نه زخمی داشته باشید از روزگار، نه شکستی، و موفق باشید. شبات شلوم.